لشکریان بی نتیجه چه کنند؟ سرانجام نتیجه آزمون کانکور اعلام شد. نتایج آزمونی که شمار از جوانان آن را امتحان زندگیشان می دانند. وزارت تحصیلات عالی این چنین بعد دلهوره اشتراک کنندگان این آزمون نقطه پایان گذاشت. کامیابان 55,787 تن بی نتیجه ها، یعنی کسایی که بالاتر از نمره 167.33 اخذ کردن و بی نتیجه ماندن که نظر به دلایل ای که مثلا در انتخاب خود جاهایی را که مطابق میلشان نبود انتخاب نکردن، اکثرا تعداد از اینا 67,569 نفر است. بانک وزارت تحصیلات عالی با گفتن این که مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی جای کانکور زده ها است سخت مخالف است، اما آقای وزیر چنین میگوید که بی نتیجه مانند اونا را بلشان، البته در بخش مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی نظر به سیت هایی که موجود است، دوستای متباقی را ما میتونیم که نظر به خواهش خود از اینا جذب کنیم. گمانه‌زنی نبود شفافیت و بی‌عدالتی هنوز پایان نیافته هستند کسانی که برگزاری و اعلام نتایج این آزمون را در شمار از ولایت‌ها معیاری نمی‌دانند. اکنون پرسش‌های مطرح است که چقدر به شفافیت برگزاری و اعلام نتایج کنکور می‌توان باورمند بود؟ آیا سازوکار لازم برای بلند بردن کیفیت و کمیت آموزش در وزارت تحصیلات عالی افغانستان وجود دارد؟ و سرانجام افزودی به لشکر بی‌نتیجه‌ها چه پیامد را به همراه خواهد داشت؟ آقایان عبدالعظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، احمد ضیاء رفعت استاد دانشگاه، محمد علی اخلاقی عضو کمیسیون معارف و تحصیلات عالی مجلس نمایندگان افغانستان پاسخ میگویند. میهمانان گرانقدر به کنکاش خوش آمدید. آقای نوربخش، چقدر میشه نسبت به شفافیت برگزاری روند کنکور و اعلام نتایجش میتوان باورمند بود؟ بسیار زیاد تشکر. نخست سلام بر شما و بر مهمانان گرانقدر شما و بر بیننده‌های ارجمند شما. ما نتایج امتحان کنکور مطابق به وعده‌ای را که وزارت تحصیلات عالی افغانستان برای اولین مرتبه در ماه هود، یعنی ای به نتیجه یا اسکور صورت گرفت، وعده‌ای بود که 4 ماه پیش امتحان کنکور آغاز شد و بالاخره در دهم ماه هود ای اسکورینگ یا نمره دهی صورت گرفت که ای بر اولین مرتبه بود که ما پیش از سال تحصیلی 20 روز پیشتر ای اعلان کردیم. شفافیت امتحان کنکور اما قسمی که رسانه ها در زنده ای را نشر می کردن و همچنان اعضای محترم پلیس جرگه و مشاوران جرگه در جریان اسکورینگ وجود داشتند، خود دلالت بر ازی داره که ما با شفافیت و قانونمندی خود امتحان کنکور بیشتر تلاش کردیم. ببخشید، اسکورینگ یعنی چی؟ یعنی نمره دهی. یعنی نتایج امتحان کنکور که با مراحل متعددی را که بالاخره نتایج امتحان کنکور ای مشخص شد و اعلان نتایج صورت گرفت. از این جهت ما روی شفافیت و قانونمندی خود نتایج امتحان کنکور بیشتر تلاش کردیم و از این خاطر بود که در محضر دوستایی که در اوجا حضور داشتن پیشتر حرص کردم اینا نتایج کنکور صورت گرفت. آقای اخلاقی، شما عضو کمیسیون معارف و تحصیلات عالی مجلس هستین، آیا واقعا چنین بوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت مهمانان محترم برنامه‌تون، خدمت بیننده‌های محترم برنامه. اما طور که جناب نوربخش اشاره کردن و جناب وزیر صاحب تحصیلات عالی با عنوان کسی که در رأس از نهاد و ناظر بر انجام از پروسه هست، اونا اعلام کردن که پروسه در واقع برگزاری انتخابات چی کنکور و نمره دهی و اعلام نتایج کاملا شفاف است. البته ایر ما به صورت کلی تایید میکنیم، اما یک نکته ای را که ما همواره یادآور شدیم که در گذشته ما یک سلسله چالش ها و یک سلسله مشکلات را داشتیم، چون پروسه انتخابات یک پروسه ای در واقع چند مرحله ای است که عناصر و مؤلفه های مختلف در این نقش داره، ممکن است هنوز هم یک سلسله چالش های داشته باشد. مثلا ولی ما فکر میکنیم با توجه به تجربیاتی که ما سالهای گذشته داشتیم، امسال معلوماتی که ما پیدا کردیم از برگزاری کنکور در ولایات سختگیری های زیادتری وجود داشته و یک سلسله در واقع تجربیاتی که در گذشته تحصیلات عالی پوزش. حالا ما میخواییم نقل قول از شما داشته باشیم. شما از سختگیری ها در ولایات صحبت کردن. شما در گفتگوی با یکی از افتنامه ها گفتن در ولایت ها معلمان و مسئولان ریاست های معارف در روز امتحان
دانش آموزان را نقل میدهند. تقلب در امتحان کنکور، کنکور ولایت ها کاملا مشهود است و شاگردان بدون ترس سوال ها را با همکاری دیگران حل می کنند. البته در بخش از صحبت هایتان شما حتی گفتند که معلمان و مسئولان ولایت ها تلاش می کنند که با کمک کردن شاگردان در روز امتحان همسویی خود را با مردم ولایت ها نشان دهند. اگر هیئت وزارت تحصیلات عالی تقلب را در روز امتحان مشاهده می کند، به منظور امتیاز گرفتن هرگز این تقلب را به مقام های وزارت تحصیلات عالی گزارش نمیدند. این حرف سه ماه پیش شماست. فکر نکنم، البته اونطور که نقل قول شده است، نه اگر ای در آرشیف بیاید صدا اگر باشه ما میتونیم جواب بگیم، ولی ما ای را بارها هم عرض کردم، حتی در خود ازمی میزگیرد برنامه شما ما ایراد آور شدم که در گذشته ها یک سلسله چالش هایی بود، ای قبل از نتایج کنکور و قبل از در واقع اتمام کنکور در ولایات بود. ما عرض کردم که یکی از مراحل برگزاری کنکور در ولایات است. معمولا در گذشته ها عرض کردم که این چالش وجود داشته که در برخی از ولایات ها بعضی از اساتید و معلمین کنا به عنوان همکار با هیئت اعزامی خود وزارت تحصیلات عالی اینا در قسمت برگزاری کنکور میان همکاری میکنن، بعضی از ولایت ها گاهی این همکاری را نداره. چرا؟ به خاطر که علاقمند هستن که از خود ولایتشون فیصدی قبولی بالاتر رو بود. اجازه بدید، همون برنامه هم شما از این ولایت ها نام نبردید. آیا میخوام بفهم کدام ولایت؟ ایر گفت، عرض کردم که ما در گذشته ها هم چه چالش هایی داشتیم و حالی هم ما منکرش نیستیم، ولی بر اساس معلوماتی که ما داریم امسال از جمله مثلا در خود غزنی نسبت به سالهای گذشته امسال مقیدات بیشتر بوده، امسال در واقع محدودیت ها بیشتر بوده و حتی بعضیا در تماس میشدن که اینا اعلام نارضایتی میکردن، میگفتن که ما هنوز سوال پاسخ های سوالات هنوز نرساندیم، گفتن وقت تمام شده، این محدودیت های وجود داشته. ما را که گفتن که میخوایم بفهمم همین همسویی را که شما میگن به عنوان یک چالش هنوز هم در بعضی از ولایت ها وجود داشته، کدام ولایت ها؟ نگاه کن، ما بسیاری از موضوعات میتونیم به صورت احتمالی و بر اساس یک سلسله دلایل و معلومات عرض کنیم. به عنوان مثال، خب ایره اگر ما برید بگم که کدام ولایت، هم شاید خیلی به نفع شما نباشه. مثلا چهار سال پیش، چهار سال پیش که ما خودم اون زمان در خود وزارت تحصیلات عالی بودیم، یک از ولایتی که ما درش مشکل داشتیم که مثلا جلال آباد بود. از اینجا مثلا در گفتم عرض کردم چهار سال پیش در بعضی از ولایات، من میخوام امسال را بفهمم آقای اخلاقی، از امسال ما نگفتم، ما در کجا گفتم یعنی که امسال مشکل نداشته امسال. من نمیگم مشکل وجود نداشته، میگم همسویی را گفتین در کدام ولایت. من میگم که این طبیعی است که در هر ولایت وقتی میره، در هر ولایت میره، ما حتی در بعض از ولایات شما ایر بیشتر خوب است که وزارت تحصیلات عالی جواب بگه که آیا واقعا ای طور وجود نبوده یا بوده. مثلا در بعض ولایات وقت هیئت ها میایند، خب میگن که رئیس شورای ولایتی یا والی یا قومندان، خب اونا بنا به اعظم موقعیت اجتماعی که دارن، بنا به توقعات و انتظاراتی که مردم از اونا دارن، برای مو اساس شاید نبرسن، ولی اینا میایند مثلا از برگزاری کنکور، مثلا از صنفا اینا میان یک دید و بازدید میکنن. خودی از همین گفتم که یک زمینه ها رو ممکنه به وجود بیاره، ممکنه به وجود بیاره یا به وجود میاره، ممکنه به وجود بیاره. یعنی گمان از اینیز بیشتر حرفا شما آقای رفعت، نماینده مردم و نماینده حکومت خیلی ها نسبت به برگزاری آزمون کنکور، حالا تنها در بحث شفافیت و اعلام نتایجش موافق، دیدگاه شما چی است؟ به نام خدا، در این شکی نیست که روند امتحان کنکور نسبت به گذشته ها یک مقدار بهتر هم شده، یعنی از لحاظ شفافیت اینها، اما چند مشکل با قوت خود باقی است در مورد کنکور. یکی این که رد نمی کنیم که در بعضی از ولایت ها متاسفانه که مقام های محلی و قدرتمندان فشارهای بر هیئت های کنکور وارد کرده بودند. به عنوان نمونه حداقل یکی را اگر عنوان کنیم، در ولایت پروان هیئت کنکور وزارت تحصیلات عالی با تهدید مقام های مسئول مواجه شد، به نوعی که هیئت ناگزیر شده بود که از مرکز طالب نیروی نظامی بشه. بعد به هر حال فکر کردن که اگر نیروی نظامی از کابل فرستاده بشه، باز فشارها بر هیئت بیشتر نشه. اینا تا به این حد هم موضوع بود. تا این بحث هم در وزارت تحصیلات عالی بوده که شاید بعضی از محلهای امتحان در ولایت پروان مجدد برگزار کنند. حالا نمیدانیم به چی دلیل نشد.
و این نشان میده که پروان نزدیکترین ولایت به کابل و ازش این گونه هست. یک مشکل دیگری هم این است که متاسفانه با گذشت زمان امتحان کنکور چون درست است که تحت نظارت هیئت وزارت تحصیلات عالی صورت میگیره، اما خب وقتی به ولایت میروند این معلمان و استادهای پوهنتون ها هستند که البته در جاهایی که استاد زیاد داشته باشند از استادها استفاده میکنند. یک دیدگاه ناخوشایند در میان بعضی از استادان در بعضی از ولایت ها وجود دارد که گویا ولایت ما عقب نماند، به هر ترتیبی شده ما باید به شاگردان هم ولایتی خود کمک کنیم، راهای نقل باز بگذاره. اینو این که به یک ترتیب باید بالاخره وزارت تحصیلات عالی این مشکل را حل بکنه. مشکل دیگه پرسش های کنکور امسال این بود که شماری از پرسش ها سیاسی بود، در حالی که وزارت محترم معارف بخش سیاست حداقل از دهه 40 خورشیدی به این طرف وارد نصاب تعلیمی معارف نکرده است با دلیل های خاصی، اما بعضی پرسش های سیاسی مربوط به این که رئیس جمهور به طور مثال در کجا تحصیل کردن یا سن سالش چی است یا در مورد خانوادهش، پدرشان چی نام دارن، خانومشان چی نام دارن، چی وظیفه دارن، چی اینها پرسش های سیاسی هست که به هر حال مقبول نیست که در کنکور اینها گنجانده میشد. شاید اینها به نوعی از طرف یک گده تعبیر بر سیاست گرایی بشه. پایین بودن سقف پذیرش همچنان وجود دارد، البته که افزایش عددی هم که یک مقدار صورت گرفته است خیلی متناسب با امکانهای آموزشی نیست. به طور مثال این درست است، به عنوان یک نمونه در دانشکده ژورنالیسم که من در آنجا درس میدم، سال گذشته سقف پذیرش ناگهانی دو برابر شد، یعنی ما هر سال 100 طلب کنکور جذب میکنیم، سال گذشته 200 تا، اما این در حالی است که نه بر تعداد صنفا افزوده شد، نه بر تعداد استادان چنان که باید افزوده شد، نه دیگر امکانهای آموزشی. به هر حال این بر محتوای تدریس آسیب وارد میکنه. این هم مشکلی است که یعنی در جاهای اگر افزایش صورت گرفته است باز این افزایش متناسب با امکانهای آموزشی نبوده. و مشکل جدی دیگر که به هر حال باید برش وزارت محترم معارف توجه بکند این است که ریشه ای نیست آموزش معارف، به این معنا که از صنف اول تا صنف دوازدهم که فارغ میشن عمومی مضمونای ساینس و اجتماعیات به اصطلاح میخوانن، اما وقتی که امتحان گرفته میشه شاید یک شاگرد بر اساس نمره بلند ساینس که بیشتر در کورس ها آمادگی هایی که میگیرن ریاضیات هست، اینها با این نمره ها وارد فاکولته های میشن که علوم اجتماعی است مثل ژورنالیسم و فاکولته های دیگره یا ادبیات، اینها که باز مشکلی که اینجا مواجه میشن این است که از لحاظ زبان و عرصه‌های اجتماعی خیلی ضعیف هستند و لیاقت ساینسیشان زیاد است، حالا این کارآمد نیست در آن فاکولته. این هم یکی از مشکلاتی است که به هر حال سر راه کنکور افغانستان. آیا تهدید برای هیئت وزارت تحصیلات عالی برای ارزیابی آزمون کنکور در ولایت پروان وجود داشته؟ تشکر. اما قسمی که جناب اخلاقی صاحب فرمودن، طبعا وزارت تحصیلات عالی افغانستان در شروع یعنی در آغاز اخذ امتحان کنکور موارد مشخصی را در خصوص مسائل خود داشته، به خاطر از اینکه ما در 34 ولایت و در 38 اوضاع امتحان کنکور را برگزار کردیم و این رقم نسبت به سال گذشته که 1,48,000 تن بود ای به تعدادی که 190,000 تن ثبت نام کرده بودند، از او جمله تعدادی که امتحان از پیشان گرفته شد یعنی شامل امتحان شدن 1,75,688 تن بود. به خاطر از اینکه چند مورد مهمه که در ایجاد قابل توجه است، اول شما میفهمید که ما در تغییرات که در خصوص مسئله امتحانات کنکور مخصوصا در سیستم به وجود آمد، اول ای که
سوالاتی که یک بار استفاده شد بار دوم در ولایات ما ایر استفاده نکردیم. مسئله ای که در خود ریاست امتحانات کنکور وزارت تحصیلات عالی افغانستان تغییرات هم به وجود آمد، سیستم های پیشرفته جا به جا شد، از او جمله چیزی را که بسیار مهم بود در خود مسائل تکنیکیش و همچنان پرسونلش که استادان متجرب بودند در بخش‌های مختلف ما هم ایرا جابجا ساختیم. از جانب دیگر آن چیزی که قابل توجه هست که بیشتر این محدودیت‌ها را ما متوجه شدیم نسبت به تجاربی را که ما در گذشته داشتیم، اول این که یک فرم ما در یک محل استفاده نکردیم. مسئله مهمی که از در آغاز سال 1391 در 6 ماه اول تمام سوالات چک شد، ارزیابی شد، بازنگری شد و بالاخره ما امتحان کنکور در ماه عقرب در هفته سوم آغاز کردیم. از این خاطر است شما وقتی که آیت ممتحن ما از 10 نفر به 30 نفر اضافه شد، با ولایات مختلف اعزام شدند، ما به یک روز کارت توزیع نکردیم، در چند روز کارت توزیع کردیم. به طور مثال اگر ولایت غزنی تعداد داوطلبانش زیاد بود، در 5 روز 6 روز اوج امتحان توزیع کارت صورت گرفت. در پالوی ازو امتحان کنکور در مراحل چند مرحله ای به اصطلاح گرفته شد، به خاطر از اینکه ما بتانیم به صورت بهتر و به صورت اساسی تر امتحان کنکور گرفته شود در تمامی حوزه های ما. خب ببین، در امتحان ولایت پروان آن چیزی که شما گفتین هیچگاه آیف ممتحنین ما که در ولایات مختلف رفته باشند اونا مورد تهدید یا فشار قرار گرفته باشند وجود نداشته، اما آن چیزی قابل توجه هست این است که اینمی محدودیت ها، اینمی صلابت کاری خود هیئت ممتحن در رعایت از اینا و از اعتماد با خودشان که به خاطر از اینکه امتحان به صورت درست‌تر بگیره افراد غیر مسئول داخل صحنه امتحان نگذارن، اینا باعث از این میشد گاهگاهی هم در همچون موارد فشارها بالایشان وارد میشد. اما ما هیچگاه نمیپذیریم چون ما میخواهیم بفرمایید که وجود داشته باشه. خب نمیپذیریم، نمیپذیریم که ما هیچگاه هیئت ممتحن ما نیروی نظامی را از کابل به خاطر از اینکه در اوج ای محل امتحان به صورت درستر انجام بپذیره. اما گاهی ببینیم در 175 هزار تنی که امتحان کنکور پشت سر می‌ذارن، ما می‌خوایم که جوابای مشخص داشته باشیم چون فرصت کم است. یک مورد را که آقای رفعت اشاره کردن شما رد کردین. میایم سر موضوع دوم. آیا شما نمونی از یکی از ولایت‌ها دارند که معلمانی که ارزیابی می‌کنن از نوی برگزاری آزمون کنکور همکاری کرده باشند با دانش آموزان؟ ببینیم، ما برای شما پیشتر هم اشاره کردم آن چیزی که قابل توجه هست با تجاربی که ما در گذشته داریم در خصوص مسائل اخذ امتحان کنکور و نظارت به ارزیابی که وجود داره. ببینیم در یک ولایت زمانی که هیئت ممتحن ما داخل ولایت میشه موارد مشخص خود اول توزیع چگونگی توزیع کارتشان است، بعد از او اخذ امتحان کنکور. هیئت ممتحن ما به عنوان از اینکه افراد متخصص و متجرب و مسئولیت بر از اینا هست به خاطر از اینکه تمام پروسه را مورد نظارت قرار میده. ما گفتیم که در یک روز ما امتحان کنکور از تمام ولایت نمیگیریم، در چندین مرحله ما امتحان کنکور میگیریم تا اونمو شفافیت امتحان کنکور به صورت درست‌تر و به صورت اساسی تر بیاد. این حرفا رو شما پیشتر هم اشاره کردن، میخوام جواب مشخص داشته باشم. آیا نمونی از یک از ولایت ها دارن کمکاری یکی از هیئت های ارزیابی را، یعنی شامل همون هم ولایتی یکی از دانش آموزان باشه؟ طبعا ما از معلمین مکاتب، از کسایی که در اونجا ما پوهنتون ها و نهادهای تحصیلی خود داریم، اونا طبعا امرای ما همکاری دارن. نه، همکاری با دانش آموزان که امتحان میدن هیچگاه خب این را هم رد میکنه. آیا پرسش سیاسی در آزمون کنکور بوده؟ ببینیم، سوالاتی که ما 23000 بانک سوالات خود داریم، این 23000 به زبانهای ملی ما پشتو و دری وجود داره، از این خاطر این سوالات ما بازنگری شده، چک شده و بالاخره مورد ارزیابی قرار گرفته و به همین خاطر از امکان داره که سوالات سیاسی وجود داشته باشه، به خاطر از اینکه شما میفهمید که از جغرافیای به حساب مسائل سیاسی وجود در پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی یا در مکاتب در نصاب تعلیمیشان وجود داره. ولی سوال سیاسی که بیشتر آقای رفعت اشاره کردن که متناسب با یک آزمون نیست. اگر ببینیم، اگر در خصوص مسائل اگر یک سوال وجود داشته باشه به خاطر از اینکه تعداد زیاد علوم انسانی را میرن انتخاب میکنن، طبعا باید از تمام مسائل آگاهی خود داشته باشه. در این مورد، در مورد این که شما ظرفیت جذب هنوز هم بالا نرفته و حتی اگر در دانشکده هایی که حتی شما هم در دانشکده که تدریس میکنین، دانشکده خبرنگاری، در اینجا هم بلند رفته، ظرفیت جذب متناسب با امکانات آموزشی نیست، میپذیرین؟ شما میفهمین که
مثلا وزارت تحصیلات عالی افغانستان ظرفیت جذب خود اعلان میکنه که مثل که در سال گذشته و امسال داشتیم. امسال ما 44040 نفره ظرفیت برای 31 پوانتون و مؤسسه تحصیلات عالی خود عنوان کردیم که از او جمله آخرین رقمی که به ما نشان داده شده 42168 تن ما پذیرفتیم، به شمول تعداد از کسایی که به علوم دینی بر ما میپیوندند که بیشتر از 2000 است. از این خاطر ما سال پار چند تن بودن؟ 41600 تن. پس چه تفاوت؟ ببینیم این رقم با افزایش 28 پوانزه جدید ما در سال آینده داریم و همچنان 128 دیپارتمنت جدید. به همین شکل شما میفهمید که اگر ما امکانات انکشاف مؤسسوی را مد نظر نگیریم چطور میتونیم چون این مسائلی را پیش بریم. از جانب دیگه با امکاناتی را که وجود داره در خود داخل پوانزه ها و پوانتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان طبعا این ظرفیت بالا میره، به خاطر از این که ما بتانیم تعداد زیاد از جوانهای خود داشته باشیم. اما یک نمونه که آقای رفعت هم اشاره کردن و قرار معلوم شما هم در دانشکده خبرنگاری تدریس میکنن، میخوایم بفهمم که آیا بلند رفتن ظرفیت جذب در همین دانشکده مشخص که حالا به عنوان مش نمونه خاروار مثال وارد شوه، آیا ظرفیت متناسب با امکانات آموزشی نبوده؟ یک چیزی که قابل توجه هست، امروز ما در فاکولته ژورنالیسم پوانتون کابل اما امکانات ما داریم. استادان متجربه خود دانشکده خبرنگاری یقینا استادان خود داریم، صنوف داریم با اینمی مواردی که وجود داره. یک چیز فراموش نکنیم که ما تمام ظرفیت های خود از پوانتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان ما میخواهیم که چقدر مثلا ظرفیت یعنی وجود داره که برای اونها معرفی بکنیم. از این جهت هیچ گونه مشکل یا مواردی را که در این خصوص وجود داره، ولی ببینیم در بعضی پوانتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی ما مشکلاتی را ما نمیگیم که مشکلات وجود نداره، به خاطر از اینکه بعضی نهادهای تحصیلی جدید تاسیس ما داریم که آقای نوربخش ما پوزش چون سوال مشخص باید جوابش بگیریم که آقای رفعت هم چون چیزی را میخواین، آیا بلند رفتن ظرفیت جذب در دانشکده خبرنگاری دانشگاه کابل متناسب با امکانات آموزشی بوده یا خیر؟ یقینا وجود داره. بله. چیزایی که آقای رفعت بعداً به او خواهند پرداخت. آقای اخلاقی، حالا در کلیات اگر بیایم تفاوت‌هایی را که اشاره کردن آقای نوربخش، می‌خوایم بفهمم که چه چالش‌های پس فراراه آزمون کنکور در افغانستان وجود داشته؟ ما به نظرم در بسیاری از عرصه های زندگی ما و شما دچار یک سلسله چالش ها و مشکلات هستیم. یکی از عوامل این چالش ها و مشکلات عدم نهادی نشدن یک تفکر ملی و یک مفکوره ملی است. ما میخوایم این رو بسیار دقیق تحلیل بکنیم. هنوز متاسفانه در افغانستان مسائل سمتی، مسائل قومی، مسائل لسانی، مسائل زبانی و امثال ذلک مطرح است و این به نحوی تاثیرگذار هست در بسیاری از عرصه های رفتاری ما و شما. به می اساس من فکر میکنم که اگر بعضی از چالش های هم در بخش اخذ امتحان کنکور در وزارت تحصیلات عالی است هم ناشی از می هست. مثلا چی؟ چرا؟ به خاطری که ما ای که از یک ولایت هستیم یا از یک زبان هستیم یا از یک قوم هستیم، به جای از یک بیشتر ملی بیاندیشیم، به جای اینکه بیشتر به کل افغانستان بیاندیشیم، این مسائل ما نمیتونیم از یاد ببریم. به این مسائل خود عظمی چالش برانگیز هست. چالش های دیگری که وجود داره نگاه کنید، ما اگر به مرحله برسیم که 100% شانس برابر برای کلیه کسانی که داوطلب کنکور هست 100% شانس برابر برای زنا فراهم شود، این بسیار مرحله دور است. چرا؟ به عنوان مثال در یک ولایت در زمان کنکور اخذ می شود که از سردی هم اساتید و هم دانشجویان دانش آموزان میل ارزه درسین. خب با این وضعیت چه رقم بیتونه که امتحان خود با یک آرامش خاطر سپری کنه؟ ما خودم 3 سال پیش در جریان امتحان بودیم که بچه ها که می آمده در پالوی خود شمع روشن کردن، در یک دستش دست کش بوده، اساتید با پتو خود پیچانده. خب یک کسی که در یک فضای آرام و گرم و مناسب امتحان میده، طبیعی است که بازی شانس برابر ندارد.
اساتید متاسفانه گاهی ای برخورد درش وجود دارم. ایر ما نمیتونیم، این یک سلسله واقعیت هاست. بعضی از اساتید وقتی میره در صنف، در مقدم اول روحیه او کسایی که در امتحان حاضر شدن روحیه از نور از بین میبره. یک دختری که مثلا ای از یک دهات آمده مثلا در امتحان، وقتی استاد سر از یک مثلا تشر میزنه یا یک خشونت اونجا میکنه که کسی نمیتونه تکان بخوره پیشتون سعی کنه، خود ازمی همو چیزایی که اونا یاد داشته همو از بین میبره، در حالی که مثلا در یک جای دیگه اون گونه رقم نباشه. بنابراین ما این رقم چالش های هنوز زیاد داریم. عرض کردم او پیشتره که من گفتم که بعضی از این مثلا عدم همکاری ها در ولایات هست، ایر ما نمیتونیم منکر شیم. ما از خودت پرسان میکنیم، شاید تو از هر ولایت من مطمئنم نمیخوام جواب گفتم چون من خودم پرسان نمیخوام پرسان بفهم. من میگم خودت از هر ولایتی که باشه، شاید اولین باری که کانکور چکنی سهل میکنی که از منطقه تا چقدر قبول شده. از اول سوالتان شخصا من نمیفهمم قطعاً اکثر چی هست؟ شاید دیگران بله آقای اخلاقی، چون این چون خودش نشانگر عزیز که پس ما هنوز همو گرایش های همون گرایش ها و باور شما وجود من فکر میکنیم که بالاتر از 50% این مسئله درش وجود دارد. مواردی که آقای رفعت در مورد تهدید آیت وزارت تحصیلات عالی در آزمون کنکور ولایت پروان مطرح کردند و موضوعات دیگه از جذب گرفته تا کیفیت آموزی و همه موارد از سوی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی رد شد. درست یک سال و هفت ماه پیشتر از امروز آقای رفعت انتقادات تند را در برابر وزارت تحصیلات عالی از دو قطبی بودن جهان در دانشگاه ها گرفته تا چگونگی ایجاد مؤسسات تازه در ولایت ها مطرح کرد. آیا هنوز هم چنین موارد وجود دارد؟ پس از میان برنامه آقای رفعت پاسخ خواهند گفت. باز هم خوش آمدید. بیننده کنکاش از طلو و شبکه جهانی طلو نیوز هستید. دقیقاً یک سال و هفت ماه پیش از امروز آقای رفعت انتقادات تند را در برابر وزارت تحصیلات عالی افغانستان مطرح کرد که فردای همان روز آقای نوربخش این همه مسائل را رد کردند و گفتند که بر اساس آمار ارقام نبوده و حرفایی است که میانتویی. هنوز هم چنین حرفایی را فکر میکنید که میانتویی بوده؟ میشه مشخص مثلا شما از ایجاد دانشگاه ها بر اساس زد و بند ها یاد کردن بس. یکی از نمونه هاش در ولایت هرات شما مثال دادن که آقای نوربخش بدتر فردای همان روز به من گفت بس. که چون این چیزهایی وجود نداشت، اصلا بودجه در مورد ایجاد دانشگاهی وجود نداشت. با احترام به صحبت های آقای نوربخش، فقط اول چند نکته که اینا مطرح کردن میام باز به پرسش. در مورد اینکه گفتن پرسش هایی که امسال در کارکول مطرح شد یا به تعبیر دیگر کتابچه های پرسش ها کامل جدید بود، بله جدید بود، اما در غور و دایکندی متاسفانه که یا به اشتباه یا به هر دلیلی که به ما معلوم نیست، از کتابچه های کنکور سال گذشته استفاده شده بود و این دقیق هست. اینکه گفتن ما در هر ولایت چند مرحله‌ای برگزار میکنیم کنکور، این خوب بله، اما پاسخ پرسش من نبود که آیا مانع نقل دادن به بی‌نظمی ها شده است یا نه. بله اگر اینها یک مرحله ای برگزار میکردن که بی‌نظمی ها چندین برابر زیاد میشد. ما میگیم خوب کردن که چند مرحله ای برگزار کردن، ولی کامل رفع نشده بود. به طور مثال به اضافه مسئله پروانه که عنوان کردم، حالا ناگزیر هستم که در مورد هرات هم مطرح کنم که به طور مثال شاگردان مکتب خصوصی هیواد در وقتی کنکور برگزار میشه، شاگردها در واقع این گونه نیست که در یک صنف یا در یک محل خاصی از یک صنف شاگردان اونجا بنشینن و کتابچه سوال براشن. این مسئله پیش آمده بود که چطور شده بود که تنها مکتب خصوصی هیواد همه شاگردانش طوری قرار گرفته بودن که در صنف خاصه و اینا مثل که آمادگی هایی داشتن از قبل. بس سر صدا شد و رسانه‌ای شد این مشکل و مسئولان پوهنتون هرات به رسانات علنی گفتن، از بی‌نظمی ها صحبت کردن. خب این چیز بود که وجود داشت. آقای نوربخش گفتند که ما سوال ها را به زبان های ملی داریم، در حالی که ما زبان ملی نداریم، ما زبان رسمی داریم در واقع در قانون اساسی. این که گفتند ظرفیت پذیرش که حداقل نمونه عنوان کردیم، پانزده ژورنالیسم که دو برابر شده، گفتند امکان ها هم مطابق با آن افزایش یافته است. ما میگوییم که آیا این دو برابر شدن دانشجویان سبب شد که صنفا دو برابر شود؟ آیا این سبب شد که تعداد استادان دو برابر شود؟ میگوییم نه. یک دلیل ما این هست که امسال آقای
نوربخش در جریان هستند که از روی ناگزیری ما چون سال گذشته دو برابر خلاف ظرفیت خود ما پذیرش داشتیم، امسال ناچار شدیم که علاوه بر این که از صبح تا چاش تدریس میکنیم، از چاش تا عصر هم باید بعد از این تدریس کنیم، یا به اصطلاح عامه دو شفته شد کار تدریس. خب این تاثیر میگذاره بر روی کیفیت آموزش. شما در نظر بگیرید که استاد از صبح تا چاش تدریس کنه، از چاش تا دیگر تدریس کنه و از عصر باید تا شام تدریس شبانه بکنه. و اما در مورد مؤسسات تحصیلات عالی که یا گفتن ما ایجاد کردیم، این افزایش کمی خوب بوده اما یک افزایش کاریکاتوری شده، به این معنی که در بعضی جاها نباید افزایش میبید، افزایش در بعضی جاها نیست. به عنوان نمونه به شما میخوام عینی به طور مثال ظرفیت پذیرش در دانشکده طب ننگرهار که پس از کابل سابقه دارترین پوانزه طب است در افغانستان، پس از کابل میشه گفت در سطح ولایت ها اولین جایی که پوانزه داشته ولایت ننگرهار بوده. امسال ظرفیت پذیرش ننگرهار 100 تن هست، پکتیا که ولایت خورد است 120 هست در طب، خوست که ولایت خورد است 140 تن هست، کندهار که ولایت کلان است، بلخ که ولایت کلان است، ظرفیت پذیرش در طبشون 300 نفر است و هرات 120 معادل پکتیا. در پوانزه انجینری ننگرهار که پوانتون با سابقه هست ظرفیت پذیرش 100 تن، اما در خوست که کوچکتر از ننگرهار است 150 تن، در پکتیا که هنوز کوچکتر از 120 تن، کندهار که ولایت بزرگ است اصلا پوانزه انجینری نداره و در هرات 110 تا. یعنی تعداد ظرفیت پذیرش در انجینری در خوست و در پکتیا حتی بیشتر از ولایت هرات است. حتی در بغلان، در بغلان 150 تا پذیرش داره که از پوانتون ننگرهار هم بیشتر است. حقوق این آخرین نمونه را میگم، بیشتر پیش نمیرین از اصله بحث شما بیرون. ظرفیت پذیرش در ننگرهار 200 تا میده برای رشته حقوق، در خوست 220 تا، در پکتیا 120 تن، در کندهار که ولایت درجه اول است 100 تن، در بلخ 140 تن و در هرات 150 تن، یعنی چیزی کمتر، خیلی کمتر از خوست. و جالب توجه است علاوه بر آن از لحاظ تعداد پوانزه هایی که هر مؤسسه تحصیلی در خود دارد، غزنی یک ولایت کلان 4 پوانزه دارد، باز معلوم نیست که چرا کاپیسا 8 تا داره یا جوزجان 7 تا داره، پنشیر ولایت کوچک 2 پوانزه دارد و غور ولایت بزرگ 1 پوانزه دارد. به همین ترتیب شما اگر نگاه کنید، نمیدانم که بین کاپیسا و پروان چقدر تفاوت باشد که در کاپیسا 8 پوانزه است و در پروان 5 پوانزه است. به این ترتیب ببینید این وضعیت وجود دارد. حتی در بحث دارالعلوم حالا مربوط وزارت تحصیلات عالی نمیشه اما مربوط وزارت معارف میشه، جالب توجه هست که در بلخ و ننگرهار که ولایت های بزرگ است یک دارالعلوم وجود دارد، در پروان 4 دارالعلوم وجود دارد و در بسیاری ولایت های دیگر هم یک دارالعلوم. این یک نشان میده که خیلی این پوانزه ها کارشناسانه ایجاد نشده. البته اینو میتونیم باز از یک زاویه دیگر هم ببینیم که در بعضی جاها ما پوانزه هایی که خیلی نیاز داشتیم داریم، در بعضی جاها که پوانزه های به شدت نیاز داشتیم نیست، یا به طور مثال ما در بخش حداقل نگاه کنیم که آقای رفت با پوزش اگر این نمونه ها را بگوین فکر بله زیاد است. ما میخواییم بفهم والا کوتاه‌تر در همین مورد خاص فکر این مشکل پس در چی بوده؟ فشارهایی که یا از سوی پارلمان وارد میشده بر وزیران، البته اینا حاصل کار آقای عبید نیست دیگه، این نابهنجاری های انباشته ده سال اخیر در وزارت تحصیلات عالی هست. فشار نمایندگان پارلمان، فشار شاید سیاستمداران دیگر خارج از پارلمان، اینها سبب میشه که وزارت پارلمان زیر ببخشید وزارت تحصیلات عالی زیر بار بره.
گاهی به این جنگ سالار بله بگوید، گاهی با آن نمایندگان پارلمان بله بگوید، گاهی با خواستای سیاسی داخل ارگ وقع بگذارد. همه اینا سبب شد که حالا یک وضعیت پیش بیاید که ما شاهد وضع کمی پوانزهی ها بگونی کاریکاتوری باشه. آقای رفعت، اگر بخوایم کوتاه در همون مورد یک سال و هفت ماه پیش بخوایم بفهمم که واکنش تند آقای نوربخش را به امراه داشت و حرفای شما را بیشتر میانتویی گفت، من میخوایم بفهمم که در همون زمان چیزهایی را که مطرح کردن در مورد ایجاد دانشگاه ها بر اساس زدوبندهای سیاسی حالا هم باور من به معرفه هستن؟ چون این بوده؟ تا حالا که چیزی تغییر نکرده است. خب این ظرفیت پذیرش هست که امسال توضیح شده بود. خب امی نامه رسمی وزارت محترم تحصیلات عالی هست. آقای نوربخش، اگر بخوایم جوابهای مشخص داشته باشم، چند نمونه ها را جالب اینجاست که آقای رفعت بیشتر با آمار ارقام صحبت میکنند، من نمیفهمم آمار ارقامشون از کجا است که شما میشه البته ببخشید که یک نکته عرض کنم. این آمار و ارقام بر اساس این راهنمای انتخابی هست که وقتی کتابچه سوال ها به متقاضیان کنکور داده میشه زمینیش هست، یعنی این رسمی آمار خود وزارت تحصیلات عالی هست. من میخوایم از غور و دایکندی که بیشتر سر و صدا برانداخته بفهمم. بله. آیا واقعا از چگونه شد که از کتابچه های گذشته استفاده شد؟ اول خب مدیریت کنکور در سال 1391 بسیار زیاد قابل توجه بود که لله الحمد بسیار به صورت بهتر این مدیریت شد و ما به هدف خود رسیدیم که برای اولین مرتبه در سال 1391 در تاریخ 10 اُحد ما اعلان نتایج کردیم، در حالی که در سالهای گذشته شروع سال تحصیلی می بود ولی اعلان نتایج صورت می گرفت. میم سر از این که من نمیفهم که اطلاعات را جناب رفعت صاحب از کجا پیدا کردن که این اطلاعات آیا خودشان مستقیما با کنکور ارتباط دارن که کتابچه هایی که از در ولایت غور و دایکندی استفاده شده از سالهای گذشته، در حالی که ما کتابچه ها را همیشه حریق کردیم یا به فروش رساندیم از سالهای گذشته یا در ذخیره‌گاه وجود داشته، در حالی که تمام این کتابچه ها ما گفتیم که فرم نمبر خود داره و یک بار استفاده میشه بار دوم استفاده نمیشه، سوالات یک بار که وجود می داشته باشه باز این چطور به ولایت غور و دایکندی از سالهای گذشته وجود داشت. ما پوزش آقای نوربخش، من اجازه بدید همینجا کوتاه اشاره بکنم، همین نکته اجازه بدید که من صحبت بکنم. آقای رفعت، شما این ده کجا به دست آوردن؟ خیلی کوتاه اگر اشاره بکنم. کتابچه‌ها رو آتش زدن این دو روز. من نمیگم که همان کتابچه‌های چاپ شده را دادن، اینها یک بانک پرسش ها را دارن، پرسش های کنکور در قالب یک بانک دارن در کامپیوتر. اینا وقتی از بانک کنکور خواستن که پرسش بگیرن به هر ولایت ستبی، حالا نمیدانیم که اون بانک بر اساس چی چنین اشتباهی پیش آورده که سهمی پرسش های غور و کنکور که داده خو یا متوجه نشدن، خو فکر کردن که حتما باید متغیر بشه. البته قصد وزارت نداشته، میگن که چنین چیزی پیش آمده. اجازه بدید هیچگاه این مسئله به وقوع نپیوسته. بیایم سر از این مطلب که در پوانتون هرات در وقت امتحان کنکورش بی‌نظمی اطلاعات از کجا کردن؟ خب طبعا رسانه‌ها انتشار دادن، خودشان در صحنه وجود نداشتن. ای کاش که خودشان استاد پوانتون هستن، با احترامی که من برشان دارم، کاش که در جمع هیئت ممتحنین به ولایت هرات میرفتن که در اون امتحان عکس میکردن و خوبتر و بهتر صحنه را نظم میدادن. مورد دیگه که بسیار مهم است، هیچگاه وزارت تحصیلات عالی بر مسائلی که فشار وجود داشته بلی نگفته. اسناد تقنینی خود داره نسبت به 5 سال گذشته که جناب رفعت صاحب در خود ریاست نشرات اونجا قرار داشتن، ما بیشتر از 35 سند تقنینی وزارت داریم که تمام موارد ما روی از او میچرخه و تمام مسائل ما با مطابق لوایح مقررات و طرز العمل وزارت تحصیلات عالی افغانستان پیش میره. از این جهت است که در قسمت مسائلی را که گفتن کودرشته ها نظر به ظرفیتی که در داخل خود پوانتون ها پیشنهاد میشه پذیرش دوباره بر ما میآید که چه تعداد ضرورت می داشته باشه، اما بعض اوقات که به خاطر از اینکه تعداد پذیرش در خود پوانتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان 10 نفر یا 20 نفر که ظرفیت بالا بره، اینا معرفی میشن، اینا نمرات کسایی می داشته باشن که بلندترین نمرات در سالهای گذشته داشتن و بالاخره معرفی شدن. از این جهت آن چیزی که در قسمت اشاره داشتند در ارتباط با اینکه در فلانه پوانتون یا
مؤسسه تحصیلات عالی 15 انجینری ای تعداد است و 15 طب به ای تعداد است. اینا نظر به اونمو کادرشان است که چه تعداد از کادر جدید اینا اختیار کردن. ما امروز بیشتر از 60% در پوانتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خود ما به سطح ماستر و دکترا پیشدی استاد داریم. در 10 سال گذشته ما قرار نداریم، در 5 سال گذشته قرار نداریم. آمد آمد استادای ما بیشتر است نسبت به سالهای گذشته و جذب در کادرها بیشتر است. اینا آخرین ارقامی که نشان میده ما در حدود 4000 استاد داریم در پوانتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان و در حدود 1000 استاد معامل در خارج از کشور است. 500 تن از اینا دوباره برگشتن. خب وقتی که ما میگیم انکشافات و توسعه در ارتباط و مسائل علمی، خود نشان میده که زمینی برای جذب یا ظرفیت جذب برای پوانتونای خود زیاد بکنیم، رشته ها را زیاد بکنیم. آقای نوربخت، از این جهت ما میخوایم بفهمم حالا آقای رفعت زمانی که صحبت میکنن بر اساس آمار ارقام است و شما هم باید بر اساس آمار ارقام صحبت بکنین. بله. بیاین یک تفاوت را که بین ولایت ها و موجودیت دانشکده ها مطرح کردن آقای رفعت، شما برش پاسخ بگوین. چرا این تفاوت بر اساس کادر زیاد بوده چی بوده؟ بر اساس امکانات دو ولایت را شما میشه مثال بده. به طور مثال ما به ولایت قندهار سفری داشتیم، از نزدیک 15 طب از اینا را دیدیم، امکانات بهتر برای خود دارن و از لحاظ امکانات صنوف خود دارن. همچنان در خود پوهنتون قندهار اونجا برای از لحاظ زیربناها کار صورت گرفته، همه ساله پروسی به اصطلاح تمامیت هایشان بیشتر شده، آمد آمد استادایشان بیشتر هست. به همین خاطر از نظر به انکشاف مؤسسویشان اینا پیشنهاد میکنه و بالاخره پوانزه های مربوط یا دیپارتمنت هایی که ضرورت هست در او پوانتون ها و مؤسسات تحصیلات ها اضافه میشه. از این لحاظ روز به روز ما امکانات بیشتری در تحصیلات عالی افغانستان میبینیم. به همین خاطر است که ظرفیت جذب یا پذیرش در مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان بالا میره. آقای نوربخش، یک نکته دیگه که باید سوال شوه بیشتر سر و صدا را انداخت، موضوع فروش سوالات بود که مطرح شد از سوی یک منبع به یکی از خبرگزاری ها که شما ردش کردن. آیا در تماس هستین؟ چون این چیز وجود داشته؟ هیچگاه این مسئله وجود نداشته. بیاین ما شما همو قسمی که گفتم که وقتی که در یک حوزه چند فرم استفاده میکنیم، چطور یک داوطلب امتحان کنکور در مدت معینی که در جریان امتحان کنکور است این فرم کشیده شود و بالاخره این به فروش رسانده شود؟ شما با وزارت داخله تماس گرفتید؟ چی بوده پاسخ؟ مسئله‌ای که طبعا امروز تکنولوژی پیشرفت خود داشته، مسئله‌ای که وجود داره یکی دو مسئله ما این رد نمیکنیم. اما بیاین سر از این مورد بگیم که 502 تن از کسایی که تقلب کرده بودند، جعل کرده بودند، تزویر کرده بودند، اینا را به ابتکار خود وزارت تحصیلات عالی افغانستان به مراجع عدلی و قضایی ما معرفی کردیم. چه زمانه؟ در همین مدت گذشته به خاطر از این در جریان امتحان کنکور یا به عوض کس دیگه آمده امتحان داده و یا اینکه یک مورد خاص خود داشته یا فوتو چنج بوده، از این جهت ما به ابتکار خود وزارت تحصیلات عالی افغانستان این مسائل پیش رفت. اگر بخوایم جواب مشخص داشته باشم، آیا شما افراد را هم به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کردن که سوالات آزمون را امسال فروخته باشه؟ به هیچ وجه. و با وزارت داخله تماس گرفتن چی بوده؟ یقینا فقط مسجای وجود داشته که ما بارها اعلان کردیم از طریق رسانه ها که هیچ کس نمیتونه موبایل در جدید سن امتحان وزارت داخله. خب طبعا اگر کدام مسیج وجود داشته یا موارد خوب مشخص، اما به هیچ وجه ما گفتیم که سوال فروخته نشده و هیچ گاهی موارد وجود نداره. چند چیزی که بیشتر حالا در ذهن بیننده ها و مطمئنا در ذهن شما هم به عنوان سوال باقی میمونه ای است که آقای رفعت هم از آمار ارقام صحبت میکنن و استدلال میکنن بر اساس آمار ارقام، آقای نوربخش هم به عنوان نماینده حکومت حرفای را به دفاع از کارکرد و عملکرد وزارت تحصیلات عالی افغانستان مطرح میکنن. من میخوام در کل، حالا شما این صحبت ها را شنیدین، سخن نماینده مردم چی است؟ نگاه کنید، ما باید همواره موضعی که میگیریم به صورت معتدل‌تر، نه به عنوان که نماینده یک نهاد هستیم 100% یک سلسله واقعیت‌ها رو این کار بکنیم و نه به عنوان کسی که منتقد هستیم به هر نوع مثلا شایعه ما بیاییم تمسک بجاییم که رقم است. مثلا در مورد موضوعی که جناب رفعت صاحب اشاره کردن که در دو تا ولایت کتابچه ها یا سوالات قبلی مثلا اینا به چاپ رسیده، ایره ما طبق معلوماتی که ما داریم وزارت تحصیلات عالی یک بانک اطلاعات داره بیش از 5-6 هزار. هر سال برای هر ولایت 2-3 روز قبل از اینکه امتحانات شروع شوه از اینا به صورت تصادفی انتخاب میکنه و این وقت انتخاب شد در یک جای نمیمانه که سال بعد امیر برداره، سال بعد در حضور هیئت دوباره از بانک اطلاعات بر اساسی
تصادف کشیده میشه. بنابراین این ای طبق معلوماتی که ما داریم این به این صورت نیست و این قابل به نظر من یک شایعه خود بود. اشتباه نبوده چیزی را که آقای رفعت مطرح کردن؟ معلوماتی که ما حداقل داریم در چون هم باید هم داشته باشن باید هم داشته باشن عضو کمیسیون هستن. بله بله این معلوماتی که ما داریم در این مورد کاملا شفافیت وجود داره، هیچ گونه در واقع نقصی در اینجا دیده نمیشه. اما بعضی مواردی که جناب رفعت صاحب اشاره کردن خوب است که ما این واقعیت‌ها را انکار نکنیم. متاسفانه هنوز نهادها ارگان‌های دولتی ما شما از جمله وزارت تحصیلات عالی توسعه دانشگاه‌ها پوهنزه‌ها دپارتمان‌ها بر اساس نیازمندی‌های کامل نیست. اما چیزی که جناب رفعت صاحب گفتن این را حتی ما در وزارت معارف داریم. در بسیاری از مناطق لسه ها بر اساس آزمو مثلا زور یا یک آدم زوردار است یا وکیل است میاد برای در منطقه، در حالی که ما اونجا معلم نداریم. در بخشی در واقع دانشگاه ها یا ایجاد پانزه ها همین مسئله وجود داره. خب جناب نوربخش صاحب میگه ما در بعضی ولایت رفتیم که امکاناتش بهتر بود اونجا بیشتر. امکانات کی داره؟ امکانات وزارت میده دیگه. چرا امکانات وزارت بر اساس نیازمندی ها نمیده؟ یک موردی که چون من مواردی که خودم عینا بهش مستقیم مواجه هستم میخوایم اشاره کنیم، غزنی در جمله ولایت هایی است که هر سال بیشترین در واقع مشمولین کنکور داره. همین سال نزدیک 10000 نفر شرکت کرده بود. دو تا پانزه داشت غزنی. امسال یک تا پانزه میخواست ایجاد کنه، در ابتدا چون پانزه شرعیات میخواست ایجاد بکنه این در واقع وزارت موافقه کرده بود، فشارهای آمدی رو تبدیل کرد به شرعیات. ما به عنوان وکلای مردم رفتیم فشارها گفتن. از کجا؟ خب اون چیزی که خود وزارت با ما گفتن خب چرا ما سوال کردیم که چرا شما موافقه کرده بودین با ایجاد پانزه اقتصاد، چرا پانزه شرعیات شما در اینجا الان میخواین رو اندازه کنید؟ گفت خب فشارهایی که از خود ولایت بوده مبنی بر اینکه اینجا پایتخت در واقع ثقافت اسلامی میشه یا مثلا طالبان در اینجا به نحوی نفوذ داره، ضرورت است که یک پانزه شرعیات در اینجا ایجاد شود. خب ما فشار آوردیم بر اساس اینکه شما به مردم وعده کردین و ما ضرورت ولایت خود بیشتر احساس میکنیم، باید یک پانزه اقتصاد در اونجا فعال شه. به این اساس امسال دو تا پانزه در اونجا فعال کردن که اونام هر کدام 50 نفر بیشتر نیست، 50 نفر یا 100 نفر بیشتر ظرفیت نداره. در حال کمی ولایتی که نزدیک به 10000 نفر میاد در کنکور شرکت میکنه، با بعضی ولایتایی که 4000 5000 اونجا جناب رفعت صاحب اشاره هم کردن که 5 تا 6 تا 8 تا 15 است. اینا یک سلسله واقعیت هایی است که ما نمیتونیم منکرش شویم و این برمیگرده به چی؟ به در واقع به عدم یک برنامه دقیق و یک مکانیزم دقیق توسعه و انکشاف دانشگاه ها و در واقع مؤسسات تحصیلات عالی در ولایت که اینو باید وزارت تحصیلات عالی به این مسئله توجه داشته باشه. آقای رفعت اگر چی در چند مورد خاص که شما اشاره کردن و آقای اخلاقی نماینده حکومت وزارت تحصیلات عالی مشخصا موافق نیستن، من میخوایم پس از ورود به دانشگاه را مطرح بکنم. بحث کیفیت آموزشی را گفته میشه هنوز هم در شمار از دانشگاه ها جهان دو قطبی است، واقعا چنین است؟ باز دانشگاه ها از لحاظ کمی و کیفی از دو لحاظ باید بررسی کنیم. بحث کمیش یک مقدار رشد داشته، همین که ظرفیت پذیریش 14500 نفری سال 1381 امروز میرسه به بیشتر از 40000، خب طبیعی است که یک مقدار امکانهای آموزشی باید بیشتر شده باشه، هرچند شاید خیلی متناسب با این 40000 هم اینطور که عرض کردم نباشه. همونطور که آقای نوربخش فرمودن، بله، همین که صدها استاد برای ارتقای علمیشان بورسی گرفتن در سطح ماستری دکترا، اینا همه پیش رفته بعضی لابراتوار اینا، ولی با همه اینها باز در پهلوی این ما پوانزه های تازه تاسیس شده زیاده داره در بسیاری از ولایت ها که امکان های آموزشیشان به شدت محدود است، از لحاظ متوعی هم ضعیف است و از لحاظ کمی هم خب امکان های آموزشی مطلوب در اختیار هنوز نیست. خب از تخت و تبشیر هنوز در خیلی در پایتخت حداقل یکی از مؤسسه های تحصیلات عالی ما تعجب کردن که در لیسه ها یعنی در مکتب ها از مارکر و وایت بورد استفاده میشه، ولی در یکی از مؤسسه های تحصیلات عالی در پایتخت افغانستان هنوز از تخت و تبشیر استفاده میشه. خب این مشکل به هر حال وجود داره، ولی راه حلش نیازمند زمان است، منکر این نمیشه که بهتر به راه حلش هم خواهید پرداخت. آقای نوربخش اگر خیلی کوتاه چند مورد خاص اشاره بکنن که دست کم
توافق بین نماینده مردم و استاد دانشگاه وجود داشته که توسعه دانشگاه بر اساس نیاز نیست، از غزنی مثال دادن، و ای که به صراحت وزارت تحصیلات عالی به نماینده مردم به عضو کمیسیون معارف تحصیلات عالی گفته که تغییر ایجاد دانشکده اقتصاد به دانشکده شریعت بر اساس فشار بوده. همین مشخص جواب بدن که بعدن به سوال آخر بودن. بسیار به یک موضوع خوب اشاره کردین. اول خب همین داشتن امکانات بهتر و تاسیس یک دپارتمان، بین ما صادقانه فکر بکنیم، ای کاش که بزرگای ما روی از این مسئله فکر بکنند که ایجاد یک دپارتمان 10 سال ضرورت است. باید فشار وجود نداشته باشد که ما بتانیم به صورت بهتر امکانات خوبتر بر مؤسسه تا فشار وجود داشته؟ یقینا. از سوی کیا؟ ببینیم. خب مثال دادن جناب اخلاقی صاحب در پانتون غزنی را. ما امروز زیربناها را در اونجا بیشتر توجه کردیم. بر استادای از اونا بر خاطر رفتن برای گرفتن عقد ماستری بیشتر توجه کردیم. دو پوانزه داشتن و ما گفتیم که باید یک پوانزه وجود داشته باشد تا به صورت بهتر گام به گام باید پیش بریم تا امکانات خود داشته باشیم. از این خاطر واقعیت‌ها را باید نادیده نگیریم، بیشتر تلاش بکنیم که ما روی امکانات و نیازمندی های اساسی که در خصوص مسائل برای مسائل توسعه علمی است باید توجه بکنیم. من میخوام مشخص جواب خود دریافت بکنم. آیا فشار بوده برای تغییر دانشکده اقتصاد بشریات یا خیر؟ خب در ضرب انکشاف مؤسسوی و امکاناتی که سنجیده میشه، رهبری وزارت تحصیلات عالی افغانستان، ریاست عمومی انسجام مور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی کوشش میکنه بر مبنای انکشاف مؤسسوی عمل بکنه. از این جهت است که امروز پوانتون غزنی یکی از پوانتون‌های بهتر ما در سطح خود ولایات است، به خاطر اینکه ما امکانات خوب را در اونجا مهیا ساختیم. از چند لحاظ امروز یک تعمیر بسیار خوبتر، استادان تعدادش به خارج از کشور رفتن دوباره برگشتن. اینمی امکانات است که روز به روز ما توسعه علمی خود داشته باشیم. ما می‌خوایم جواب را مطابق سوال داشته باشم. آیا بر اساس فشار دانشکده تغییر کرده یا خیر؟ هیچگاه، به خاطر اینکه آن چیزی را که وزارت تحصیلات عالی افغانستان مطابق با توسعه علمی خود کار میکنه پیش میره. از این جهت بیاین یک موضوع را خیلی اگر کوتاه اشاره بکنید چون فرصت برای شما میگم که چیزی را که بسیار زیاد مهم است این است که 46,065 تن از جوانان عزیز ما شامل لیلیه ها و آشا و باته میشه. 65% بودجه وزارت تحصیلات عالی افغانستان مصرف اینمی لیلیه ها میشه. از این جهت ما روی بودجه و مسائل امکاناتی که ضرورت است، طبعا وزارت تحصیلات عالی افغانستان افت اولویت را که در سال 1391 مشخص ساخت با رهبری جدید خود، آیا این انکشافاتی که امروز در پوانتونا وجود داره در 30 ولایت کشور وزیر تحصیلات عالی میره از امکانات پرسان میکنه و نیازمندی ها را میسنجه، این در سالهای گذشته وجود داشته؟ بله، سپاس وجود نداشته. آقای اخلاقی اگر خیلی کوتاه و گزینه‌وار اشاره بکنن، حالا به اون سوال اصلی میرسیم که لشکریان بی‌نتیجه چه کنند؟ خب این یک از معضلات است که همون معضل بیکاری که امروز متاسفانه افغانستان دولت و حکومت افغانستان با او در واقع روبرو هست و طبیعی است که وقتی یک بخش عظیمی از جوانان در این عرصه موفق نمیشه با توجه به اینکه زمینه های اشتغال هم وجود نداره، اگر دولت و حکومت توجه جدی به زمینه وجود توجه جدی نداشته باشه و اشتغال زایی نداشته باشد، طبیعی است که اینا یک سلسله آثار و پیامدهای منفی اجتماعی داره که متاسفانه شما دیگه وقت در وقت نیست که بخواهم فرده کنم. آخای رفت خیلی ها کوتاه، پس راه حل با این وضعیت چی است؟ خب این نکته را هم عرض کنم که پاسخهای آقای نوربخش با هم احترام، خب فقط تاکید کنم باید تلاش کنیم، باید توجه کنیم، ما هم میگیم باید تلاش کنیم، باید توجه کنیم، حرفی است که نکردیم دیگه، این قابل انکار نیست. همین که میگیم در پوانتون ننگرهار به رشته انجینری 100 نفر جذب میشه و در بغلان 150 تن، خب نشان میده که به پوانتون های بزرگ هنوز چنان که باید، البته این حرف این گونه هم میشه اصلاحش، نمیگین این ولایت های کوچک که بیشتر ظرفیت پذیرش برایشان ایجاد شده است اینا مادو چه میگن، خب پوانتون های بزرگ باید تقویم میشه. ولی راه حل چیزی است که تا هنوز وزارت تحصیلات عالی در موردش هیچ توجهی نکرده. بحث انکشاف تحصیلات عالی از سال 1385 بعد روی دست گرفته میشد تا یک برنامه 10 ساله. ما امسال داوطلبای کنکوری که داریم همان شاگردانی هستند که در زمان امارت طالبان در صف دوم مکتب بودند و سال آینده صنفای اول دوره طالبان داوطلب. ما پس از 2-3 سال
با یک رشد جهیشی مواجه میشین که یعنی معارف ما 8 میلیون شاگرد داره، بعد میبینین که سالانه بیشتر از 400 هزار داوطلب کنکور. برای آن کار وزارت تحصیلات عالی چی کار کرده است؟ بعد این آقای رفعت خیلی کوتاه اگر چون فرصت تمام وزارت تحصیلات عالی میتونه که نیاز سنجی کنه بر مبنای فارقان سال 1395 که بالغ بر نزدیک به 500 هزار تن در سال خواهد شد و رای حل به بودجه وزارت تحصیلات عالی نمیشه. حکومت باید یک کنفرانس بین المللی را در زمینی نیاز سنجی و پاسخ به نیازها برگزار. سپاسگزار. بیننده کنکاش از طلوع و شبکه جهانی طلوع نیز بود. سپاسگزار از آقایان محمد علی اخلاقی عضو کمیسیون معرف و تحصیلات عالی مجلس نمایندگان افغانستان، احمد ضیا رفعت استاد دانشگاه، عبدالعظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی. سپاسگزار از شما که تال بیننده این برنامه بوده. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.